به نام خدا با تقدیم سلام وقت شما متنان عزیز ورزشکاران ورزش دوستان بخیر به دنیای ورزش با من جمشید احمدی از آرینوس خوش آمدید. تا نیم ساعت در خدمت شما هستیم، ما را همراه باشید. مهمانان گرامی هم در دنیای ورزش با ما همراه هست. عبیدالله ارغندیوال سرپرست فدراسیون ملی بسکتبال و همچنان محمد حنیف ربانی زاده رئیس فدراسیون بسکتبال ولایت کابل با ما است. در رابطه با 44مین دور مسابقات انتخاباتی تیم ملی می‌خوایم صحبت‌های داشته باشیم. آقای ارغندیوال سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید. تشکر. من هم سلام های خود را به شما و به همکاران تکنیکی تان تقدیم میکنم. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. آقای ربانی زاده شما هم خوش آمدین. سلام جمشید عزیز، خوش باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین. انشالله بتانیم بر هموطنهای ما معلومات مفید را ارائه. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. ارغندیوال صاحب، این مسابقات چندمین دور بود و مسابقات آیا مسابقات انتخاباتی بود؟ تشکر، زنده باشین. بله، این مسابقات ما دور 44مین دور مسابقات انتخاباتی تیم ملی بود که در این مسابقات ما از 12 ولایت ما در این مسابقات شرکت نموده بودند. از جمله ولایت های ننگرهار بود، سمنگان بود، بلخ بود، کابل بود، غور بود، بامیان بود، غزنی بود، فرا بود، هرات بود، قندهار بود و اینمی ولایت ها بودن که در این مسابقات شرکت نموده بودن. بسیار خوب. آقای ربانی زاده، از برگزاری مسابقات بگوین که چیگونه امکانات فراهم کردین و چقدر این مسابقات برای فدراسیون ملی بسکتبال با ارزش بود؟ خب دقیقا جمشید عزیز، مسابقات ما بعد از 3 تا 4 سال وقفه برگزار شد. مسابقات انتخاباتی تیم ملی بسکتبال افغانستان با زحماتی که آقای ارغندیوال داشتن و با کمک ریاست عمومی تربیت بدنی و خوشبختانه امسال مسابقات را که ما شاهد بودیم مسابقات متفاوت بوده، چون ما نسل جدید بیشتر دیدیم در مسابقات و امیدوار کننده بود و سطح مسابقات هم شکر خدا سطح خوب بود. نسبت به سالهای گذشته تغییرات زیادی را ما دیدیم و انشالله که بتانیم داینده مسابقات خود همچنین مسابقات خوبی را برگزار بکنیم. بسیار خوب. جناب ارغندیوال صاحب، روابط چطور است با روابط فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان با سایر فدراسیون های بیرون از افغانستان؟ آیا میشه در آینده های نزدیک شما مسابقات بیرون مرزی هم داشته باشید؟ بله، این مسابقات انتخاباتی ما که بخیر خلاص شد، ما تقریبا 18 بازیکن به تیم ملی انتخاب کردیم و 14 بازیکن به تیم جوانان و 12 بازیکن به تیم نوجوانان که ما از اینا باز انتخاب میکنم بازیکنایی که به مسابقات بیرون مرزی شرکت کنن و ما روابط ما با جنوب آسیا با 8 کشور جنوب آسیا است و انشالله در سال جدید ما یک سفرهای برای ما گفته شده که شما را دعوت میکنیم و با مسابقات جنوب آسیا. بسیار. دیگه ما تعقیب داریم، دیگه ایمیل خود را از اونا را ما گرفتیم، دیگه ما هم تعقیب میکنیم ایمیل هایشان. بسیار خوب. آقای ربانی زاده، هست تقسیم بندی ها بگوین که زمانی که مسابقات برگزار کردین و تقسیم بندی ها چگونه بود، هیئت رهبری و امکاناتی که شما میخواستین، آیا با مو امکانات تانستین مسابقات برگزار بکنین؟ خب خوشبختانه که ما مسابقات که قسم میخواستیم هم به مو شکل دایر کردیم و هیئت رهبری فدراسیون ملی بسکتبال افغانستان هم کنار ما بودن که هیئت ها تقسیم بندی شده بودن در بخش انتخاب بازیکنان ما در ردای سینی، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان که هر کی به سهم خود کوشش کرد، فعالیت کردن و چهرهای برتری مسابقات ما انتخاب کردیم که فاینل شدن لیست هنوز باقی است که مربی ها با هم مشوره میکنن و جناب عزیز صاحب و بزرگایی که هستن انشالله بعد از فاینل شدن لیست اعلان خواهد شد و بله چیزایی که ما میخواستیم در این مسابقات باشه و به اون شکل برگزار بکنیم شکر خدا به اون قسم بود و در این بخش دوستا و عزیزای ما زیاد همکاری کردن، بخصوص سایت که همراه ما رفته بودن و از بخش معارف هم بزرگای بودن همراه ما که ای جای خوشبختی است بر اولین بار نماینده معارف ولایت کابل هم در این سفر حضور داشتن و بازیکنان نوجوان و جوان از معارف هم بیشتر حضور داشت و چیزایی را که ما خواستیم شکر خدا هم مگه فراهم بود و دوستای ما از ولایت قندار هم در این بخش هم کاری کردن، حاجی صاحب عبیدالله که شب و روز زحمت میکشیدن و بالاخره ما تونستیم مسابقات خود به بهترین شکلش دایر بکنیم. بسیار خوب. خواهی ارغندیوال، چی تعداد به تیم ملی جوانان و چی تعداد به تیم نوجوانان شما انتخاب کردین و چقدر باور دارین که تیم میتونه درخشش خوب در آینده داشته باشه؟ تشکر. این مسابقات ما تقریبا 140-145 ورزشکار شرکت نموده بودن از 12 ولایت
که از جمله ما توانستیم که 18 نفر به تیم ملی انتخاب کنیم و 14 نفر به تیم جوانان و 12 نفر به تیم نوجوانان که از هر کاتگوری از خود باز مسابقات داره و سفرهای داره. حضور ما بعدا تثبیت میکنیم که کی به کدام مسابقات یا به تمرینات خود ادامه بدن. بسیار خوب. آیا مربیای مشخص هم برای دو تیم داریم، به تیم جوانان و نوجوانان؟ بله، هر ولایت ما مربیای مشخص داره به تیم جوانان و نوجوانان. و ما این مسابقاتی که دایر کردیم به می خاطر است که ما مربیای خود مشخص کنیم، داورای خود مشخص کنیم. مسابقات انتخاباتی تیم ملی، یعنی من تو فکر میکنم تا به حال تو مسابقات دایر نشده بوده در سطح افغانستان. دیگه این مسابقات تو به تاخیر مسابقات آغاز کردین مشکلات، چون 3-4 سال شد که ما این مسابقات نگرفته بودیم. دیگه حال به کمک ریاست تربیت بدنی و ورزش ما توانستیم که حمایت مالی ما را کردن و ما این مسابقات در ولایت قندهار گرفتیم و هیچ وقت در ولایت مسابقات دایر نشده بود. دیگه به میزبانی قندهار مسابقات ما گرفتیم که بسیار ما را مهمان نوازی بسیار خوب کردن و حمایت خوب کردن. ریاست ورزش تربیت بدنی قندهار همچنان بسیار همراه ما کمک های خوبی کردن و هیچ ما را نماندن که ما کدام مشکلی پیدا کنیم در مسابقه. آقای ارغندیوال، در 20 سال گذشته بخیر به سابقه بود که برای نخست میشنیم که شما مسابقات در یک از ولایت های افغانستان به خصوص قندهار برگزار کردید. بله، اولین دفعه است که ما در ولایت این مسابقات را گرفتیم و دیگه یعنی دلیل چی بود؟ کدام دلیل خاصی هم داشت؟ دیگه نمیفهمم. اون مسابقات دائم در کابل دایر میشد، مسابقات انتخاباتی ما، و فعلا نمی مسابقات ما این دفعه در قندهار و با تاکید جناب مطمئن صاحب که در ولایت ها باید این مسابقات دایر شوه و یعنی خاص مسئولین ورزش آقای مطمئن بوده که باید قندهار. آقای مطمئن و حافظ احمد جان بودن که ما هر پیشنهاد که بردیم و رد کردن. نخیر، رد نکردن، اوکی کردن. یعنی قندهار ما، قندهار ما، هلمند ما، سمنگان، مزار، کلگیش یک جمنازیمای نو جور شده، جمنازیمای دولتی البته، و همیشان فاقد رنگای باسکتبال یا پایه باسکتبال بود. که من رفتم پیشنهاد بردم به جناب مطمئن صاحب و حافظ احمد جان که به ولایت هلمند برای ما رنگ خریداری کردن و به ولایت قندهار همچنان رنگ خریداری کردن. قبل از اینکه مسابقات شروع شود ما رنگا را خریداری کردیم از کابل و انتقال دادیم به ولایت قندهار. اونجا بسته‌بندی و گپایی شد، بعد از او باز مسابقات ما دایر کردیم. بغیر از او ما مسابقات بدون رنگ برگزار کردن نمیتونستیم، چون رنگ نداشتن. رنگ خب چیز استاندارد همون رنگ است. بله، مسابقات جهانی و مسابقات ملی و بین المللی باید همین گونه باشه. بله، حال قندهار هم صاحب رنگ شده و ولایت هلمند همچنان صاحب رنگ شده. بجز این دو ولایت، ولایت دیگه هم صاحب رنگ هستن یا فقط همین دو ولایت؟ نه خیر، نه دیگه ولایت ها نیستن. بر اونا آینده چی پلان دارید؟ چی کار باید پلان ما اینه که میاری و مکتبی پیش برین. بله، اینه که مسابقات اگه ما دایر کنیم دیگه جناب مطمئن صاحب و حافظ احمد جان هم رای ما وعده کرده که بر تمام ولایات ما برتون رنگ خریداری میکنیم. بسیار خوب. آقای ربیانی جان، از تیم های مکاتب بگوین، معارف ولایت کابل، سایر ولایت های دیگه که چقدر علاقمندی به ورزش بسکتبال دارن، چقدر درخشش پیدا کرده و چگونه جذب میکنین از مکاتب بخصوص ولایت ما؟ خب جمشید عزیز، قسم که شما اطلاع دارین برنامه گذشته من گفتم که معارف کابل خوشبختانه فعال شد که 8 مکتب را ما با کمک مدیریت عمومی تربیت بدنی معارف کابل جناب نایبی صاحب تانستیم فعال بکنیم و دوستا عزیزای ما که از خارج هم کاری کردن، جناب ارغندیوال صاحب، نیکبین صاحب و عزیزای دیگه ای که در این بخش کمک مالی کرده بودن ما فعال کردیم. همین قسم دمی مسابقات ملی که ما در قندهار داشتیم خوشبختانه فرصت خوب بود، ما تانستیم با 12 نماینده ولایت ما یک جلسه دایر بکنیم در ارتباط به برنامه های معارف ما که حداقل برنامه های معارف هم ما بتانیم مثل مسابقات ملی سرتاسری بسازیم و شاید روز باشیم که همین 12 ولایت که حالا تیمای منتخبشان آماده بودن یک روز انشالله شاید تیمای معارف از اینا باشیم که ما را از اینا صحبت کردیم و ولایت ها هم به این تفاهم رسیدن که سر از امروز که اینا برگردن به ولایتشان
روی معارفشان کار بکنه و زمانی که 12 ولایت آمادگی خود نشان داد ما پلان برای مسابقات سرتاسری معارف هم انشالله زیر دست داریم به کمک ارغندیوال صاحب و دوستای دیگه ما. و من خوشبختانه بازم میخوایم یادآور شم که در این مسابقات از معارف هم نوجوانا جوانای زیاد حضور داشتن که اینا درخشش خوب از خودشان نشان دادن، اگه از ولایت کابل بوده، اگه از مزار بوده، از ننگرهار بوده، هر ولایتی که بوده. ما امید بیشتر ما روی نسل جوان است و جناب ارغندیوال صاحب هم کوشش شمی است که بعد از این فرصتایی را که فراهم میکنیم ما بر نسل جوان فراهم بکنیم، چون کسایی که فعلا میلی پوش هستن اینا دیگه سایسته سنشان میره بالا و کسایی باشه که جایگزین از اینا باشه و بسکتبال ما انشالله پایدار باشه به افغانستان. بسیار خوب. از چی سن سال مکاتب آغاز میکنین؟ سنفای چندم شما تشویق میکنین که بیاین به ورزش بسکتبال و جذب فدراسیون بسکتبال شون تا اینکه شما بتونین تمرینات بر اونا بتین به خاطر جایگزین ورزشکار تیم ملی ما؟ ما دقیقا در کابل که من خودم بازیکنها را انتخاب کردم از 8 مکتب به کمک استادای ما ردای زیر سن 17 سال بوده. یعنی از 15 سال شروع الا 18 سال من بازیکن دارم در معارف فعلا، که خوشبختانه اینا را میتونیم بگیم تا 3-4 سال دیگه انشالله اینا بازیکنهای میشن که جایگزین ملی پوشای کشور عزیزم افغانستان باشه. و به ولایت دیگه هم امید گفتیم که ردای سینی زیر 17 سال کوشش کنن انتخاب بکنن تا به اینکه اینا 3-4 سال ترنینگ میبینن و شکل بهتر آماده میشن. اگه سنایشون بالاتر میباشه باز آموزش دادن برای اونا کم سخت‌تر میشه، ولی اگه سنشون خرد باشه تا اینکه اینا 3-4 سال سپری میکنن انشالله اینا بازیکنهای خوب پروفشنال آماده بر تیم ملی بسکتبال افغانستان آینده درخشان میداشته باشن. 100% با شما هستیم. سپاس از عبیدالله ارغندیوال و محمد انیف ربانی زاده. در دنیای ورزش فعلا هم وقفه داریم، ادامه صحبت ها را با ما همراه باشید. ادامه دنیای ورزش. عصر زیبای شما هموطنان عزیز بخیر، با ما همراه باشین. آقای ارغندیوال، حمایت مالی این مسابقات از طرف کدام نهاد بود؟ کی بیشتر حمایت کرد و با این حمایت مالی چقدر شما میتونین بیشتر برگزاری مسابقات داشته باشین؟ تشکر. حمایت مالی این مسابقات انتخاباتی ما را در ولایت قندهار از طرف ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور شد که تمام مصارف اینا پرداختند. البته 3 نفر هیئت رهبری خود ریاست تربیت بدنی هم همراه ما بودند که همراه ما مدت 1 هفته در اونجا بودند و بعد از اینکه مسابقات ختم شد پس آمدند و تمام مصارف تیکت رفت آمد، مصارف غذا، مصارف هتل، مصارف ترانسپورت تمامش ریاست تربیت بدنی به دوش خود گرفته بودند. چقدر از اینا گرفت آقای ارغندیوال؟ تقریبا از 1 میلیون بالا شده. 1 میلیون نفر. بله. چقدر ارزش داشته این 1 میلیون که پول شما مصرف کردین سر مسابقات انتخاب تیم ملی؟ یعنی این مسابقات ما بسیار مهم بوده. این مسابقات ما اگه برگزار نمیشد از ما همین جوانان که نو اگه استعداد خوبی داشتن ما نمیتونستیم که اونا رو بگیریم به تیم ملی یا جوانان یا نو جوانان، و این مسابقات شد که ما اونا رو تونستیم که از هر ولایت 2 نفر 3 نفر نو جوانان که به گفته انیف جان که از سنایشان بسیار پایین بودن ما اونا رو انتخاب کردیم در تیم، انتخاب کردیم در تیم نوجوانان خود. بله. دیگه که انشالله آینده خوبی داره. سرمایه گذاری خیلی مهم است برای ورزش افغانستان. بسیار. چون در این شرایط که باید جوانان بیشتر توجه بکنند به ورزش و بخصوص مسابقات که میرن به میادین بین المللی. بله آه بله آه. و هم یک گپ دیگر یاد نره که یک جوره رنگای بسکتبال ما به ولایت قندهار خریداری کردیم، البته به حمایت مالی ریاست تربیت بدنی. از همین جمع پول؟ بله آه. نخیر نه، او جدا است. او جدا است. او جدا است. و یک جورش 6-7 ماه پیش ما مسابقات در ولایت هلمند داشتیم که اونجا بدون از اون مصارفی که به ما داده شد رنگای بسکتبال به ما خریداری کردن ریاست تربیت بدنی و دیگه 4 جوره رنگ، یعنی 8 پایه میشه، 4 جوره رنگ بسکتبال به ولایت غور، ولایت ننگرهار، ولایت غزنی و همچنان ولایت سمنگان. نخیر سمنگان نیستن، ولایت غزنی بود، ولایت غور بود، ولایت ننگرهار و
یک ولایت دیگام بود. بسیار خوب، در جمع لسه هستک. چهار جور رنگار دیگام امرش مطمئن سی با حافظ احمد جان برای ما داده. چقدر از این نمیگیره آقای ارغندیوان؟ تقریبا پنج لک افغانی خواد شد دیگه. امی ار چهار جورش. بله. و این رنگای سیار است که اینا قیمتش بسیار پایین است. و این دو جوره که به هلمند و قندهار ما خریداری کردیم یا از اینش بسیار بالاست. تقریبا به 3 لک افغانی یک جورش میرسه. یک جور رنگ. بله. هر دو جورش تقریبا 5.5 لک افغانی میشه. بسیار خوب. هر قدر معیاری تر باشه امو اندازه بله. شما دستاورد میداشته باشین در ورزش بسکتبال. بله، ولایت های غور و ننگرهار ما تو یک جای مشخص نداشتن که یک جمنازی مشخص داشته باشن که این رنگا اگه یک دفع مانده شده اونجا میمانند دیگه. و این رنگای سیار به خاطر از او با اونا انتخاب کردیم که از یک جای به دیگه جای انتقال شود. بسیار خوب. تغییر وضعیت جوانان در بخش معارف چگونه است؟ چشم دید شما آقای ربانی زاده. خوشبختانه جمشید عزیز پیشترم یاد کردم که در بخش جوانان در معارف تغییرات مثبت زیاد را ما شاهد بودیم. اگر از کابل بوده و یا هر ولایت که بوده، ما جناب ارغندیوال با همه ولایت ارتباط داریم. البته این است که ما با مسابقات که سال به سال میریم اونا رو میبینیم. ما همه روزه تماس های تلفنی یا ارتباطات خودم رو از اونا داریم و بیشتر اوقات کوشش میکنیم رسیدگی هم بکنیم به اونا، یا یکی از مربیای ما یکی از جوانان برن خبرگیر از اونا باشن. خوشبختانه تغییرات زیادی را در جوانان معارف میبینیم و ما انشالله وعده میتونم به همه مردم عزیز افغانستان ما که نسل آینده که برای بسکتبال افغانستان یک نسل قدرتمند و نسل خوب خواهد بود با حمایت استادا، بزرگا و عزیزای ما که هستن و ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش هم همیشه لطف کردن به اینکه به معارف ما جای دادن، کمک کردن و همیتون مدیریت تربیت بدنی معارف جناب نایبی صاحب که در رأس هستن همیشه لطف کردن برای ما، مکاتب امر گرفتن، فرصت دادن برای ما تا ما تمرینات خود پیش ببریم. و فعلا ولایت کابل بگویم که همین 8 مکتب که ما فعالیت داشتیم که تقریبا بیش از 80 بازیکن بود، ما از بین از اینا فعلا 25 الی 30 بازیکن و نخبه از اینا به شما باقی هستن که ما داله که سال آینده پلان داریم بخیر اینا خود جابجا شدن میرسن ان شاء الله و رای خود پیدا کردن، ما بتونیم به جای از اینا حداقل 30-40 نفر تازه دیگر هم از معارف جذب بکنیم و تغییرات مثبت زیاد دیدیم و ان شاء الله امیدوار کنند دست به خیر. بسیار خوب. در گذشته تیم های بانوان هم داشتین، از تیم های بانوان چه خبر؟ آیا اونا هم حضور دارن در افغانستان؟ امید دارن که برمیگردن به میدان های ورزشی خودن یا خیر؟ خب در این بخش من نمیتونم چیز بگم. تیمایی هم داشتیم از بسکتبال، نه تنها که در کل رشته ها داشتیم که فعلا همشون لغو است و تمریناتشون متوقف هست و بله بیشترشون هست در افغانستان و شاید بیشترشون هم بیرون شده باشه، آگاهی درست نداریم، ولی بدون شک خب اونا هم که ورزشکار بودن به می امید هستن حتما که یک روز دوباره ورزششون شروع شوه. دیگه فعلا من نمیتونم پیش بینی کنم و یا چیزی بگم. بسیار خوب. آقای ارغندیوال، 44مین دور مسابقات برگزار شد، کمی ها و کاستی ها هم داشتین؟ مشکلات هایی که شما داشتین، چالش هایی که بود، اونا رو هم حتما یادداشت کردین؟ چقدر میتونین که بر 40مین دور مسابقات کمی ها و کاستی هایی که بوده مرفوع شود و بتونین به وجه احسنش مسابقات بعدی رو برگزار کنین؟ کمی و کاسی ها در شرایط می باشه، مگم در بسکتبال ما بسیار زیاد بود در این مسابقاتی که من دیدم، خصوصا در بخش داوری ما بود. در بخش داوری ما بسیار کمبودات داشتیم و 3-4 نفره که ما لیسانس داشتن یا لیسانس داوری داشتن اونا هم در افغانستان فعلا نیستن و ما یک مشکل در مسابقات 3 و 4 که برگزار شد یک مشکل برخوردیم، یک مشکل تکنیکی پیدا شد که مسابقه ولایت قندهار و نیمروز بود، 53-53 مساوی شدند و در بخش تکنیکی یک مشکل بسیار جدی پیدا شد که اون مسابقه را ما مساویانه اعلان کردیم. دلیل چی بود؟ دلیل همی بود که امی داورای ما پروفشنال نبودن، یعنی ضعیف بودن، ضعف در داوری بود، اما فیصله خود کردن و امتو جدی نبودن که قناعت بخش نبود. بله، قناعت بخش نبود و ما به این فیصله رسیدیم که مسابقه را 53-53 مساوی اعلان کنیم و دیگه و بعد از او ما تصمیم گرفتیم که تقریبا 12 نفر به داوری خواستیم دیگه ببینیم که ریاست سیمینار به کابل هست نه خیلی هنوز معلوم نیست،
یا شاید آنلاین شوه از طریق استادایی که در خارج هستن، امراه زونا ایمیل کردیم دیگه، اونا باش چی تصمیم میگیره موزی مشکل هستیم بخیر. با ایمان آخرین سوال، آقای ربانی زاده، برای مسابقات دور بعدی که بخیر برگزار بکنین چی امکانات فراهم میکنه فدراسیون بسکتبال کابل؟ خب اگر مسابقات در مرکز باشه که فدراسیون بسکتبال ولایت کابل است که همه سال ما میزبان مسابقات بودیم خوشبختانه، و امسال هم فکر کنم یگانه دلیلش که به ولایت دوردست مسابقات گرفته شد مثل خندار، ایلمند یا بعض ولایت های دیگه، این هم فقط به می دلیل بود که آشکار بسازن به مردم ما که شرایط امنیتی خوب هست و ورزشکاران میتونن با خیال راحت از مرکز و دیگه ولایت سفر بکنن، جمعشن کنارم و مسابقات خود برگزار بکنن. در کابل اگر قرار باشه برای دور بعدی انشالله مسابقات باشه، ما هرچی از توان ما است انشالله کوشش خود را میکنیم، مثل سالهای گذشته که مشکل پیش نشده و گفته آجی صاحب ارغندیوال، یکانه مشکل ما در این فصل از مسابقات که در سالهای گذشته نبوده ولی در این دور بوده، مشکل داوری بوده که متاسفانه دوستایی که لیسانس داشتن یا در بخش داوری وارد بودن اونا خارج از کشور به سر میبرن، و همین مشکلات بوده که انشالله برای دور بعدی همین مشکلات هم نداشته باشیم. در غیر از اون مسابقات ما سطحش هم خوب بود، قسمی که گفتم و مسابقات بود که بعد از 4 سال برگزار شد و مسابقات میتونم بگویم بیجوره در سال اخیرم بوده. انشالله این مشکلات مسابقات ما در بخش داوری و بعض بخشای تکنیکی که بوده اینا هم حل شد بخیر، و کابل هم برای دور بعدی آماده است، انشالله میزبان خوب برای مسابقات خود بود. سپاسگزار هستم از حضورتان که در دنیای ورزش مرا همراه بودین. عبیدالله ارغندیوال سرپرست فدراسیون ملی بسکتبال، از شما هم تشکر میکنم و همچنان از محمد حنیف ربانی زاده رئیس فدراسیون بسکتبال ولایت کابل، از اینکه لطف کردن دعوت ما را پذیرفتن، جزئیات ارائه کردن در رابطه با 44مین دور مسابقات انتخابی تیم ملی بسکتبال. زنده باشین، تشکر از شما. سپاس امتنان از شما ایزا که بیننده ما بودین. بقیه عصرتان خوش، خدا نگهدار.